با نام یاد خدا، با عرض سلام بیننده های عزیز، به سرویس خبری امروز از تلویزیون بامیان خوش آمدید. در آغاز سرخطی اخبار. تکمیله 80% کار سبستیشن برق بامیان. آغاز تعیینات معاونین زن در ولایات. نهایی شدن فهرست وزرای پیشنهادی عبدالله برای تکمیل کابینه دولت کشور. و توزیع تذکره الکترونیکی برای مهاجرین افغان در ایران به زودی آغاز می شود. مشروع اخبار. مسئولان حکومت محلی در ولایت بامیان میگوید که کار پروژه سبستیشن برق این ولایت 80% تکمیل شده و تا پایان امسال به بهره برداری سپرده می شود. با گفته وی، با تکمیل این پروژه بسیاری از مشکلات باشنده های مرکز بامیان حل خواهد شد. انتقال لین برق 220 کیلووات طرح بدیل حکومت افغانستان به جای لین برق 500 کیلووات ترکمنستان است که از ولسوالی دوشی ولایت بغلان الی مرکز بامیان امتداد خواهد داشت. لین برق 500 کیلووات خط انتقال انرژی وارداتی برق است که قرار بود از ترکمنستان از مسیر ولایت بامیان میدان وردک به کابل انتقال داده شود، اما در ثوره سال 1395 از سوی حکومت افغانستان خط انتقال وارداتی ترکمنستان از بامیان به سالنگ تغییر کرد که این تصمیم واکنش های زیادی را نیز در پی داشت. بودجه ساخت سبستیشن اژدر در مرکز بامیان 10.7 میلیون دلار برآورد شده که از سوی بانک انکشافی آسیایی تمویل و توسط شرکت چینایی XEPS تطبیق می شود. در ولایت بامیان 1.5 میگاوات برق توسط سولر و جنراتور تولید می شود و بیش از 4500 خانوار می توانند از انرژی برق مستفید شوند. قیمت این برق هر کیلووات برای مردم تا 25 افغانی و برای ساحات تجارتی و دفاتر دولتی 45 افغانی است. گفتنی است که در بامیان در حدود 700 هزار نفر زندگی می کنند که بیش از 60% باشندگان این ولایت زیر خط فقر قرار دارند و اکثریت آنان به برق و امکانات دسترسی ندارند. پس از فیصله کابینه مبنی بر تعیینات معاونین زن در ولایت ها، اداره مستقل ارگان های محلی اعلام کرده است که رابعه استانکزی به حیث معاون والی لوگر تعیین شده است. اداره مستقل ارگان های محلی امروز پنجشنبه 19 سرطان گفته است که بر اساس وعده رئیس جمهور در سفرش به ولایت لوگر بر اساس یک حکم رابعه استانکزی را بر اساس پیشنهاد اداره به عنوان معاون والی لوگر تعیین شده است. این در حالی است که رئیس جمهور غنی در سفرش به ولایت لوگر به تاریخ 10 سرطان ماه جاری گفته بود تا 10 روز آینده یک زن به حیث معاون والی ولایت لوگر تعیین می شود. پیش از این صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری نیز در نشست خبری گفته بود بر اساس پیشنهاد وزارت امروز امور زنان و تایید کابینه در هر یک از تمامی 34 ولایت یک زن به عنوان معاون والی تعیین خواهد شد. آقای صدیقی افزوده بود که کابینه به اداره مستقل ارگانهای محلی هدایت داده است که در راستای ایجاد این بحث ها هرچه زودتر اقدام کنند. به نقل از رسانه های کشور، منابع نزدیک به عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه این کشور گفتند که روز گذشته فهرست وزرای پیشنهادی عبدالله برای تکمیل کابینه اشرف غنی رئیس جمهور کشور ارائه شده است. این وزرای پیشنهادی پس از سعید رئیس جمهور کشور برای اخذ رای اعتمادی به پارلمان این کشور معرفی می شوند. بر اساس گزارش ها 14 وزیر پیشنهادی از سوی عبدالله به ریاست جمهوری کشور برای تکمیل کابینه دولت این کشور معرفی شده است. مسعود اندرابی به عنوان وزارت داخلی کشور، فضل احمد معنوی وزارت دادگستری، انورالحق احدی وزارت کشاورزی، نور رحمان اخلاقی وزارت مهاجرین،
محب الله صمیم وزارت اقوام و قبایل، مصطفی مستور وزارت صلح، معصومه خاوری وزارت مخابرات و تکنولوژی، نثار احمد غوریانی وزارت صنعت و تجارت، سعادت منصور نادری وزارت اقتصاد، بشیر احمد تینج وزارت کار و امور اجتماعی، کنشکا ترکستانی وزارت تحصیلات عالی، عباس بصیر وزارت حمل و نقل، نجیب آقا فهیم وزیر دولت در امور شهدا و معلولین، عزیز الله آریانفر ریاست اصلاحات اداری. رئیس جمهور افغانستان تاکید کرد که در حال حاضر نیاز به اجماع است و اگر فشار بیشتر وارد کنند اجماع به وجود آمده و از بین خواهد رفت. بر اساس توافقنامه دولت مشارکتی بین اشرف غنی و عبدالله معرفی، 50% از اعضای کابینه دولت از جمله وزارتخانه های کلیدی از صلاحیت های عبدالله است، اما در متن توافقنامه این وزارتخانه ها مشخص نشده است. و خبر اخیر این که اداره ملی احصایه و معلومات افغانستان اوست ماه جون اعلام کرد که روند توزیع تذکره های الکترونیکی با مهاجرین افغان مقیم ایران شروع می شود. این تصمیم بر اساس هدایت شورای امنیت ملی افغانستان گرفته شده است که ماه گذشته خواستار توزیع تذکره الکترونیکی با مهاجران افغان در ایران شده بود تا مشکلات آنها از ناحیه تثبیت هویت رفع گردد. سخنگوی اداره ملی احصایه افغانستان بر رسانه ها گفت که تاکنون رایزنی با مقامات ایرانی برآورد تعداد مهاجرین و روند تجهیز مذاکرات انجام شده و قرار است 4 مرکز در شهر تهران و مشهد برای توزیع تذکره الکترونیکی تا آخر ماه سرطان فعال شود. اداره ملی احصایه با استناد به آمار ارائه شده از سوی مقامات ایران میگوید که حدود 3 میلیون مهاجر افغان در ایران زندگی میکنند. ریوینا شهبانی سخنگوی این اداره بر رسانه ها گفته است که ثبت نام برای اخذ تذکره های الکترونیکی از طریق وبسایت آغاز شده است. بنابر آمار اداره ملی احصایه و معلومات افغانستان، تاکنون در داخل این کشور بیش از 800 هزار نفر تذکره الکترونیکی دریافت کردند. مقامات اداره احصایه افغانستان می گوید که تذکره های الکترونیکی به گونه رایگان صادر می شود و فقط مبلغ اندک برای چاپ تذکره از متقاضیان گرفته می شود. تشکر و سپاس. حال رسیدیم به پایان سرویس خبری امروز. تا سرویس خبری دیگر شما را به الله پاک و بی‌نیاز می سپارم.